گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو با یک مهمان گرامی و ارجمند حضورتون تقدیم میکنم. امیدوارم سری برنامه گلگشت مورد پسند شما واقع بشه، با توجه به اینکه ما در مراحلی الان هستیم که باید یه مقدار زیادی سعی بکنیم، با توجه به اینکه برنامه ضبط میشه و بعد پخش میشه، یعنی دو روز قبل روزای پنجشنبه در لس آنجلس ضبط میشه و روزای یکشنبه پخش میشه، یه سری اقدامات باید انجام بشه که دوستان ما در قسمت فنی، کارگردانی فنی و سایر قسمت‌ها سخت مشغول تلاش هستن که این رو هر روز کیفیت برنامه رو بهتر بکنن و امید این هست که به زودی ما بتونیم به طور زنده در خدمتتون باشیم، برای اینکه این روزها اینقدر مسئله خبرها سریع منتشر میشه در تمام دنیا که بعضی وقتا خبری رو که ما نیم ساعت پیش گرفتیم این کهنه میشه. روی همین اصلا هست که من برخلاف روالی که همیشه داشتم اشارهی به خبرهای روز نمی کنم، ولی میتونم به اون چه که چند روز گذشته اتفاق افتاده اشاره بکنم. از جمله این خبرها که حتما لازمه بشه اشاره بشه، مسئله اقداماتی است که آقای روحانی دارن انجام میدن با مسافرت‌هایی که میرن به قسمت‌های مختلف ایران. هفته گذشته در خوزستان بودن، اونجا راجع به همین مسائل زیست محیطی، راجع به مسائل اینکه چرا افراد بومی خوزستان اونجا بهشون اعتنایی نمیشه، چرا بودجه عظیمی رو که یا درآمد عظیمی رو که این ایالت، این استان نصیب مملکت میکنه، اون منطقه نفتخیز خوزستان، چرا باید اهالی خوزستان از نظر زیستی و از نظر زندگیشون مشکل داشته باشن. وعده های زیادی رو ایشون دادن در این زمینه، گفتن که اینی که گفته شده استثناء قائل میشیم، ما این استثناء رو اگه قرار بشه قائل بشیم باید معکوس باشه، یعنی ما باید بیایم و پارتی بازی بکنیم واسه اهالی خوزستان، نه اینکه معکوس اون رو عمل بکنیم. به هر حال از این حرفای زیبایی که ما شنیدیم مدت‌های مدید هست و در طول مبارزات انتخاباتی هم آقای روحانی بهش اشاره کردن. یکی از اقداماتی رو که ایشون دارن میکنن گفتگو با هنرمندان، وعده‌هایی رو که دادن برای نویسندگان، برای دانشجویان، آزادی که اونها باید داشته باشن، چرا که دانشجو آزاد نباشه حرفش بزنه. میگم از این صحبت‌های خیلی قشنگ که هم دوست دارند و ما هم انقدر شنیدیم که دیگه گوشمون پر شده از این مسائل، ولی اون چه که مسلمه بسیاری از این مسائل الان بر میگرده باز به خرابکاری ها و کارهای نابخردانهی که در طول حکومت آقای احمدی نژاد صورت گرفت و خب بدم نیست، یک بهانه و مفری هست برای کسانی که امروز قدرت رو در اختیار دارن و ببینیم که اینها که به اون شخصیت واقعا برجسته دارن ایراد میگیرن خودشون چه خواهند کرد. در مورد محیط زیست واقعا مملکت ما با یک فاجعه روبروست، یعنی کارهایی که شده، عدم تدبیر، عدم استفاده از متخصصینی که زیاد ما داریم. یکی از دوستان و همکلاسای من کتاب قطوری راجع به منابع آب ایران نوشته که امیدوارم بتونم اگر او جرأت بکنه بیاد با ما صحبت بکنه باش صحبت بکنم، اسمش هم حتی جرأت نمیکنم ببرم مبادا که براش مشکلی ایجاد بشه. از دریاچه رضاییه گرفته، از زاینده رود گرفته، از کارون گرفته، از جنگل‌های ما گرفته، از محیط وحش مملکتمون که گونه هایی از جانوران وحشی در مملکت ما هستن که داره نسلشون رو دارن از بین میبرن با یک
کارهای عجیب و غریب و حیرت انگیز که باور نکردنی است. یکی از شخصیت هایی که در این زمینه و زمینه حفظ آثار تاریخی ما که اون هم در معرض خطر هست و خیلی جاها احتمالاً لطمه هایی هم بهش وارد شده، فعالیت پیگیری رو داشتن، سرکار خانم شکوه میرزادگی هستن که من نیازی به معرفی ایشون نمی بینم. کارنامه ایشون و فعالیت هایی رو که طی سالیان سال انجام دادن بر همه شما روشن هست و نیازی به توضیح نیست. من میخوام از وقتی که دارم در برنامه امروز حد اکثر استفاده رو بکنم که بتونیم از نظرات ایشون واقف بشیم. در مورد آثار تاریخی یک سایت پاسارگاد رو بنیانگذاری کردن و با همفکراشون فعالیت دارن میکنن. وقتی که منشور کوروش آمد به لس آنجلس، خانم میرزادگی با من صحبت کردن، در موردش توضیح دادن و امروز من میخوام قبل از اینکه بپردازم به مقاله بسیار خوبی رو که اخیراً طی چند روز گذشته در واقع به رشته تحریر در آوردن قلمی کردن تحت عنوان روشنفکری با قرائت حقوق بشر باشون صحبت بکنم و بپردازم به اون مطلب، میخوام اول ازشون خواهش بکنم راجع به این صدماتی که ما در طول حکومت جمهوری اسلامی در ایران شاهد بودیم از نظر زیست محیطی، اونها رو باشون در میون بگذارم و نظرشون رو جویا بشن. سلام عرض کنم خانم میرزادگی و ممنون از این که دعوت من رو پذیرفتید برای شرکت در برنامه امروز. سلام آقای حجازی و سلام بر بینندگان شما، سپاسگزارم که من رو دعوت کردید و اگر قراره که من در ارتباط با این مسائلی که گفتید آغاز کنم بفرمایید که من صحبت کنم. خیلی ممنون میشم که توضیح بدید راجع به همین خبرهای بسیار بدی که ما داریم میشنویم از داخل کشورمون راجع به همین لطمه هایی که به منابع طبیعی ما وارد شده. و امروز یه خبر خیلی ناراحت کننده دیگر رو شنیدم که در یک سری مذاکرات محرمانه درسته دو تا جزیره رو میخواید دو تا جزیره رو ما بخشیدیم دیگه. بله. یعنی سلطان عمان آمده اونجا بهش شیتیل دادن، بهش جایزه دادن. بله. خیلی ممنون میشم. فعلا بعضی از نشریات غیر ایرانی هم نوشتن ولی هنوز قطعی نشده، اما از قبل پیش بینی میشد که این کارو بکنه آقای روحانی، برای اینکه در واقع باید حق و سکوت بدن اینها و این حق و سکوت رو از اموال مردم. هیچ جای دنیا، باور کنید، هیچ جای دنیا امکان این که این گونه جزایر رو ببخشن، این گونه بخشای از محیط میراث طبیعی رو ببخشن، بخشی از استفاده از کاسپیان رو ببخشن، هیچ جا همچین چیزی وجود نداره. مردم اینها میراث طبیعی هن. یعنی از بقول خود مذهبیان میگن از شیر مادر به مردمان حلالتر ارثیه و این ارثیه رو هیچ دولتی نمیتونه بدون اجازه مردم، بدون اطلاع مردم دست به ترکیبش بزنه. ولی اینها 35 ساله که مخفیانه هر کاری رو کردن و گاهی که صداش هم در اومده خاموش کردن. متاسفانه اون چیزی که در مورد میراث طبیعی و میراث فرهنگی ما، کلن فرهنگ ایرانی ما، خبرهایی که از بیرون میاد بسیار کمتر از اون چیزیه که واقعیت داره. میدونید که روزنامه نگاران به دستور آقای رحیم مشایی، یعنی از اون زمان به بعد، و باستانشناسان و محیط زیستی ها اجازه ندارند که هیچ خبری رو مستقیم مطرح بکنن و باید این خبرها بره زیر نظر سازمان هایی که هست و بعدن به مردم برسه. اون چیزهایی رو که شما گفتید، بله، همه درسته. ما روز به روز وضع بدتر میشه. زمان احمدی نژاد و رحیم مشایی، وقتی که ما خبری رو میذاشتیم در نشریه در سایت سیف پاسارگاد، میگفتن در ایران اینها دروغ، اینا ضد انقلاب هستن. جالب این که الان خودشون دونه دونه اون خبرها رو
دارن میگن به عنوان رسمی، یعنی به عنوان یک خبر رسمی میگن که فلان مقدار آقای رحیم مشایی خوردن، فلان مقدار آقای بقایی بردن، فلان کار اونها کردن. و من فکر میکنم اینها یک بازیه. همین اکنون هم مگر الان این کاری که در مورد این جزایره در زمان آقای روحانی نیست. آقای روحانی نمیتونه بگه که این قبلا صحبت شده و ما این کارو کردیم. یعنی اینها به نظر من فقط برای مردم و مردم ساده‌ای که فراموش میکنن به خاطر مشکلاتی که دارن و به خاطر کم سوادی و هی تکرار میکنن این بدبختیایی رو که ما داریم. اما در مورد اینکه این آقای روحانی و وزرایی رو که گفتن مثل آقای نجفی و غیره و غیره، اینها یا مسئولین میراث فرهنگی و میراث طبیعی خانم ابتکار باشن، یعنی میراث محیط زیست، اینها مدام میگن که ما فلان کارو میخوایم بکنیم یا اون دور این کارو کردن و ما میخوایم تغییر بدیم. ببینید هر عملی رو هر کسی ادعا بکنه باید حداقل یه نشانهایی باشه. یعنی اگر من بگم که در میراث فرهنگی این ایرادها بوده و ما درست میکنیم، باید حداقل یک نشونه بدم که من قابلیت اصلاح این وضعیت رو دارم. آقای همین چند وقت پیش وقتی روزنامه ها نوشتن که تخت جمشید بر اثر باد و بارون و برف و فلان در حال ویرانیه، که این باد و باران همه جای دنیا میاد ولی به کشور ما که میرسه همیشه خراب میکنه و هیچ کس نمیگه که کشورهای دیگه هم این باد و باران رو دارن ولی بلدن ازش مراقبت کنن، پیشگیری کنن یا بعد از باران و برف یا یخزدگی اونها رو درمان کنن. ولی آقای نجفی در حالی که خبرها واقعی بود گفتن این درست نیست و هیچ خطری تهدید نمیکنه. یعنی ایشون یا نرفته بودن ببینن یا دروغ بهشون گفته بودن، یا حتی اگر این دوتا هم باشه کسی که ریاست کاری رو داره ناقابله، ناآگاه، بلد نیست کارش رو. وقتی که گوش بده به چیزهایی که دو نفر سه نفر از دوستانش میان میگن و گوش به صدای عمومی نده. به هر حال همین چند روز پیش از فارس آخرین عکس های تخت جمشید هم آمد و ما گذاشتیمش روی سایت که مستند همه ببینن که چگونه داره از بین میره. این یه نمونش بود. در ارتباط با خانم ابتکار هم همینطور، ایشون مرتب ایراد میگیرن به دیگران ولی خودشون چه میکنن هیچ معلوم نیست. به هر حال متاسفانه این وضعیتیه که در کشور ما ادامه داره و کلیت فرهنگ ما الان در خطره و متاسفانه اونهایی که باید صداشون رو بلند کنن، یعنی روشنفکران ایران، ساکت هستن و بخشیشون هم که من اسم روشنفکر براشون نمیذارم رفتن و چسبیدن به قدرت موجود. خیلی ممنونم سرکار خانم میرزادگی. در مورد نکاتی که اشاره کردید امیدوارم ما بتونیم در طول این برنامه قسمت هایی از اون چرا که در سایت سیو پاسارگاد گذاشتید بینندگان گرامی www.save.pasargad.pass مثل این که درسته خانم میرزادی؟ بله بله. بله. فقط اگر بزنن سیو پاسارگاد هم کافیه. و در این حال من آقای حجازی میخوام به جوانهایی رو که فارسی نمیتونن بخونن، اینجا بزرگ شدن ولی میتونن بفهمن و دلشون میخواد که این خبرها رو بشنون، نه تنها راجع به ایران، راجع به کل کشورهای خاورمیانه، یعنی مجموعه کشورهایی که گرفتار فقر، جنگ، بی‌عدالتی و یا کشورهایی هست، دولتهایی هستن که نمیرسن بهشون، میتونن برن روی سایتی به نام wchv.org wchv.org، چون اینها به زبان انگلیسی
همین عکس‌ها رو میتونن ببینن، عکس‌ها رو ببینن، هم میتونن به زبان انگلیسی متن رو بخونن که راحت‌تر باشن و بتونن اگر که امکان این رو دارن که همراه بشن با ما، همراه بشن و کمک کنن که میراث‌های ملی و بشری ما و کشورهای مثل ما از بین بره. خیلی متشکرم. این سایتی رو که گفتید همین سایت پاسارگاد هست یا سایت دیگری؟ نه، اون سایت سیف پاسارگاد به زبان فارسیه، ولی سایتی هست به نام صدای میراث فرهنگی جهانی که این به انگلیسیه، ولی مطالب مربوط اینم سایتیه که در واقع سازمانی که من تأسیس کردم، ولی ما با گروهی الان داریم اون رو اداره میکنیم و همراه هستیم با کشورهایی که گفتم مثل مشکلاتی مثل ما دارن. این سایت wchv.org و بله من زدم یه جای خیلی خطرناکی رفت، چون رفت روی .com و نه .com نباید .com بله .com که رفت ما رو برد به سایت فاکس نیوز خانم. نه اشتباه زدید. نمیدونم، نه همون .org باید باشه. بله .org باید باشه، چون میره روی رادیو هست، انواع اسم هست، مال ما هست World Cultural Heritage Voices. بله پیدا کردم، مخففشون میشه برای اینکه راحت باشن گفتم اونو بگیرم، ولی حتما .org گرفته بشه. نه .org بله اون رو من پیدا کردم، حالا سعی میکنیم با کمک کارگردان فنی برنامه این رو توی صحبتهایی که لابلای صحبتهایی که جناب عالی مطرح کردین بگذاریم، برای اینکه الان من میبینم یکی از نکات مهمی رو که اینجا اشاره کرده اون مجسمه عظیم بودا رو که این مجنونها، این دیوانگانی که مدتی بر افغانستان کشور همسایه ما و کشور همزبان ما اینها انجام دادن و اون جنایتی رو که مرتکب شدن و این گونه مسائل دیگه تو جبران پذیرم نیست خانم میرزادگی. نه متاسفانه نیست، ولی تلاش باید کرد. یعنی اگر ساکت بشینیم، در همین ایران هم هر وقت که قرار بوده یه عملی انجام بشه و مردمان عکس العمل نشون دادن، عکس العمل ساده مدنی هر چی که اسمشو بذارن، همیشه به نوعی اثر داشته. بالاخره اینها ارتباط دارن با کشورهای دیگه و نمیتونن هر کار دلشون میخواد. گذشت زمانی که میگفتن چهار دیواری اختیاریه. بله. الان هیچ چهار دیواری در جهان اختیاری نیست، چون متعلق به بشریته. درود به شما. در این مورد که اشاره کردید، واقعا الان خبرایی که همین چند وقت اخیر ما شنیدیم راجع به ارگ بم که در اون زلزله اون بله. قسمت‌های سالم موندهش اونها هم از بین رفت و وعده داده بودن که اونجا اینا رو سعی میکنن ترمیم بکنن، نه تنها نکردن، حتی وضعیت مردم ما در بم هنوز وضع تغییر زیادی نکرده و با علارغم تمام کمک‌هایی که از سراسر جهان رفت به بم، چیزیش به مردم نرسید و عده زیادی هنوز در بدترین شرایط در اون منطقه زندگی میکنن. خانم میرزادگی، در مقاله‌ای که مرقوم فرمودید تحت عنوان روشنفکری با قرائت حقوق بشر، شما یه تعریفی از روشنفکری کردید. میخوام این تعریف رو مطرح بفرمایید، چون واقعا یکی از اون واژه‌هایی است که ما شاید مثل بسیاری از واژه‌های دیگری که در تعبیر و تفسیر و معنا کردنش با همدیگه اختلاف نظر داریم، که هیچ گاهی مثلا از همین سکولاریزم، مسئله عرض کنم آزادی بیان، مسئله دموکراسی، تمام این واژه‌ها واژه‌هایی است که فکر کنم یه روزی ما باید بنشینیم و ببینیم بالاخره معنی اینا، اون مفهومی رو که مورد پسند جهانیان هست چی هست. یکیش هم همین روشنفکریه. نظرتون رو میخواستم عنوان بفرمایید. من خیلی در طول مدتی که کار، یعنی سالیانی که در ارتباط با مسائل
میراث فرهنگی و محیط زیست کار میکنم، ولی همیشه یک چارچوبی رو در ارتباط با مسائل فرهنگی هم برای خودم قائلم. یعنی اینکه بسیاری از واژه‌ها هست که این واژه‌ها در فرهنگ ما شکل‌های دیگه‌ای داره و معناهای دیگه‌ای رو به مردم القا می‌کنن وقت یا به مردم در واقع تحمیل می‌کنن، که متأسفانه گاهی وقتا هست که برخی از افراد که ظاهراً نامی دارن از اون استفاده میکنن. من یادم وقتی مثلا شروع کردن گفتن فمینیسم اسلامی، یه عده حتی از فمینیست های نام‌آور ما راه افتادن که بله باید حمایت کرد و نتونستن بفهمن که چه مشکلاتی هست که الان ربط به این ماجرا نداره، اگر لازم بشه بعدها میشه راجبش صحبت کرد. اما چیزی که عنوانی که وجود داشته در مورد روشنفکر، با اینکه در جهان در واقع اولین باری که این کلمه رو استفاده شد ازش، یا انتلکتوئل که در استفاده شد در فرانسه، اینها به عنوان این استفاده کردن، از یک گروهی این نام بردن به عنوان روشنفکر، که اینا 300 نویسنده و روزنامه نویس و فیلسوف و شاعر بودن که به دعوت امیل زولا نامه‌ای رو نوشتن خطاب به رئیس جمهور فرانسه در ارتباط با زندانی شدن یک نظامی که به جرم خیانت و جنایتی دستگیر شده بود، بیگناه بود و کارش نزدیک بود به اعدام بکشه، که این نامه و برملاش سبب شد که بیگناهی او ثابت بشه و او آزاد بشه. چنین مسئله‌ای نامم بود، من متهم میکنم، عنوانش این بود. و 300 تا، ببینین چقدر اینا آدم های خوششانسی بودن که اون زمان 300 تا روشنفکر داشتن، ما الان نداریم. و در پس از اون در واقع به افرادی این کلمه روشنفکر گفته شد که توی کشور ما اولین بار به نام منورالفکر در دوران مشروطیت و موقع ترجمه شد. ولی تعریف این روشنفکر این بود که روشنفکر در مقابل بی‌عدالتی می‌ایسته، روشنفکر معترضه، روشنفکر رفتارهایی که در جامعه میبینه میتونه انتقاد بکنه و روشنفکر نباید مقهور قدرت و این چیزها بشه. به مرور زمان از اون موقع تعاریف زیادی برای روشنفکر شد و به خصوص پس از انقلاب روسیه مسئله روشنفکر به این شکل شد که تنها کسانی روشنفکرن که کنار مردم ایستادن و بقیه نمیتونن خودشونو روشنفکر بدونن، یا یه عده‌ای گفتن کسانی روشنفکرن که فرضاً معتقد باشن به این که باید اصلاً کار سیاسی نکرد، یا کسانی روشنفکر هستن که فقط برن در چارچوب خودشون و انزوا و با هیچ کس. انواع چیزهای عجیب و غریبی که اگر شما بزنید و بخواید امروزه هم برین در گوگل و نگاه بکنید، میبینید هزارها چیز پیدا میکنید که در مورد روشنفکر گفته شده. ولی مثل خیلی چیزهایی که در طول زمان تغییر میکنه، یعنی اینکه مثلا ما در زمان مثلا قرون وسطا قبل از رنسانس و غیره، از تمام مسائل زیر نظر کلیسا اداره میشد، یعنی دانش میرفت زیر نظر کلیسا، همه چیز زیر نظر کلیسا بود. ولی به مرور مردم دریافتن که این کلیسا علم و دانش رو خفه میکنه، یعنی در یه چارچوب اون رو نگه میداره و اجازه رشد بهش نمیده. اون وقت
همطور که میدونیم از زیر بار اومد بیرون و تعریف دیگه‌ای برای دانش پیدا کردن. یا مثلا جنگیدن. ما میدیدیم که مثلا قبل از در 1000 سال پیش 2000 سال پیش بزرگترین و با اهمیت ترین رهبر یک کشور کسی بود که بتونه جهانگیر هم باشه، جهانگشا باشه، کشورهای مختلفی رو فتح کنه. ولی به مرور یعنی جنگ چیز بدی شد، یعنی ما الان به کسی که جنگ میکنه به عنوان یک آدم غیر عادی نگاه میکنیم، میگیم این آدم آدم درستی نیست که مردم رو به جنگ میکشه، و یعنی جهانگشایی کردن کار بدیه، ولی دفاع کردن خب طبیعیه، اگه یکی به شما حمله کنه باید شما خودتون دفاع کنید. در ارتباط با مسائل هم من فکر میکنم که ما جهان ما با همه مفاهیمی که داشته اکنون، یعنی الان ما در زمانه‌ای که هستیم در قرن 21 تقسیم شده بر دو بخش، منهای تمام اون چیزهایی که تو این دو بخش وجود داره. یه بخش قبل از به ثبت رسیدن اعلامیه حقوق بشر و یک بخش بعد از به ثبت رسیدن اعلامیه حقوق بشر. یعنی اینکه ما قبل از اعلامیه حقوق بشر برای روشنفکر هم تعریفات مختلفی داشتیم، ولی هرگز نمیگفتیم که روشنفکر کسی است که معتقد باشه به حقوق بشری. و حتی بسیاری از آدم ها میگفتن مثلا که اوایل قرن گذشتم متاسفانه یه مسئله به نام نسبیت فرهنگی بود، میگن که میگفتن که، و هنوز هم عده‌ای از جمله رهبران جمهوری اسلامی هستن که میگن که بله ما میفهمیم که زنای غربی بیچادرن، ولی فرهنگشونه، فرهنگ ما اینه که زنمون چادر داشته باشه، فرهنگ ما اینه که بچه‌مون 9 ساله بره شوهر کنه، فرهنگ ما اینه که مادر قیم بچهش نباشه. همه ظلمهای بشری رو به عنوان فرهنگ ما، فرهنگ ما، فرهنگ ما به خورد مردمان دادن. اعلامیه حقوق بشر به دلیل اینکه جهان شموله، یعنی خانم میرزادگی اگر با عرض معذرت اگر اجازه بدید ما چند لحظه بریم، اولا این سایتی رو من یادآور بشم قبل از اینکه دور بیفتیم از این سایتی رو که معرفی کردین، یعنی wchv.org مخفف World Cultural Heritage Voice هست. دوستانی که علاقه مندن ما چند لحظه کوتاه میریم، شما هم یک نفس راحتی از دست ما بکشید، برمیگردیم. فراموش نکنید دنباله صحبتتون رو، چون به نکته بسیار به جای حساسی رسیده بود این مسئله فرهنگ ما و فرهنگ دیگران که به خوبی اشاره کردید. در این مورد بیشتر توضیحی بفرمایید برای بینندگان ما. با پوزش از اینکه حرف رو قطع کردم میرویم و برمیگردیم و ادامه میدیم صحبتمون رو. بینندگان عزیز، برنامه گلگشت رو از تلویزیون ایران فردا توجه میفرمایید بهش، با خانم شکوه میرزادگی گفتگو میکنم که توجهتون رو جلب میکنم به ادامه برنامه. به برنامه گلگشت توجه میفرمایید از تلویزیون ایران فردا. مهمان ارجمند برنامه من امروز سرکار خانم شکوه میرزادگی هستن که همونطور که عرض کردم احتیاجی به معرفی ندارن. خانم میرزادگی، بسیاری از فعالیت هایی که شما کردین خوشبختانه جلب توجه شده در سطح جهان بهش، از جمله همین سایت پاسارگاد واقعا تونسته جلوی خیلی از این ندانم کاری های رژیم رو بگیره. داشتید توضیح میدادید راجع به همین مسئله محدودیت هایی که برای گروه های مختلف و مردم ما، اعم از مرد و زن و کودک و دانشجو و دانش آموز و به خصوص بانوان در این حکومت ما شاهد بودیم، و تعریف بسیار زیبایی رو که آقای لاریجانی کردن از حقوق بشر اسلامی که واقعا فکر میکنم اینو باید برای ثبت در تاریخ یه جایی روی یک سطح خیلی سختی کند، برای اینکه نمیشه نوشت که ایشون گفتن که اون حقوق بشری که اینا میگن حقوق اینا چیزای غربیه، ما حقوق بشر اسلامی داریم. و بعد تعریف حقوق بشر اسلامی هم که ایشون به خصوص قرائتی رو که ایشون دارن مشخصه. میفرمودید این رو
باز من پوزش میخوام که صحبت نه قطع شد. خواهش میکنم. بله من خواستم، من گفتم تا اینجا بودیم که گذشته، یعنی اون چیزی که قبل از اعلامیه حقوق بشره با اون چیزی که قبل بعد از اعلامیه حقوق بشره تفاوتهایی داره، مفاهیم تغییر میکنن. یعنی مثلا در گذشته یک روشنفکر اعمالی رو میتونست انجام بده که در سرزمین خودش، در کشور خودش روشنفکر خونده بشه، ولی همون روشنفکر لزوماً در دنیا نه تنها روشنفکر خونده نمیشد، بلکه ضد روشنفکری هم بود. در حالی که بعد از حقوق بشر، از اونجایی که قرار بر اینه، من کاری به این ندارم که کشورهایی مثل ما هنوز حاضر نشدن که زیر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی رو امضا بکنن، ولی قرار بر اینه و خواست حقوق بشری بر اینه که همه مردم جهان زیر پوشش یک نوع قوانینی قرار بگیرن. یه چیزهایی هست بله سنتیه، یعنی مثلا ما میگیم که ما یلدامونو میخوایم بگیریم، الان بگذاریم که حتی یلدان و روز و غیره هم میتونن جهانی باشن، ولی باز ما میتونیم چیزها رو بگیم اینها خاص ما هستن یا خاص فلان مذهب هستن. اون آدمی که دلش میخواد که مثلا نماز بخونه میتونه بره در خانهش نماز بخونه یا در مسجد نماز بخونه، ولی خواست حقوق بشری در اینه که اگر من مسیحی هستم یا یهودی هستم یا اصلا لا مذهب هستم، من رو مجبور نکنن که نماز بخونم یا برم تو مسجد یا هر کاری. در این مفاهیم مرتب داره شکل عوض میکنه، از جمله روشنفکری. الان روشنفکر امروزی به نظر من روشنفکریه که مفاد حقوق بشر رو باور داشته باشه. یکی از اون چیزهای بسیار مهمی که ما میبینیم بر پیشانی پیشانی اعلامیه حقوق بشر میدرخشه چیزیست به نام رویارویی با تبعیض، یعنی بی تبعیضی، یعنی برابری. شما هی، یعنی شما میبینید در جا به جای اعلامیه حقوق بشر ذکر میکنه هیچ کسی رو نباید به دلیل زن بودن، به دلیل مذهبش، به دلیل پدرش، به دلیل پسرش، به دلیل پیغمبرش، هیچ کسی رو نباید شما محروم بکنید از چیزی و هیچ کسی نمیتونه از اون قانون یا اون قانون حقوق بشری فرار کنه، مگر کسانی که بگن ما اصلا حقوق بشر رو قبول نداریم و اون وقت در واقع روبروی جهان ایستادن. به همین دلیل روشنفکری که فرزند بلند میشه میره سراغ آقای روحانی که رئیس جمهور سرزمینی است که تبعیض بالاترین جایگاه رو در اون سرزمین داره، یعنی از تبعیض مذهبی، تبعیض فرهنگی، تبعیض زبانی، هر چیزی که شما فکر کنید مردم اون سرزمین گرفتار تبعیض هستن. رئیس جمهور اون نمیتونه مورد تایید روشنفکرا باشه. این روشنفکر به خاطر فشار ممکنه که صداش در نیاد، اما نمیتونه بلند شه بره در خدمت چنین شخصیتی. حرف من، جوهر حرف من در اون مطلب این بود. به منظورتون میشه مشخصا یه نکته رو اشاره کردین که من میخواستم اگه ممکنه توضیح بدین. اشاره کردین به کشورهای اروپایی که در اون زمانهای گذشته 300 روشنفکر داشتن و خوشبخت بودن در اون زمان نسبت به جاهای دیگه، بعد گفتیم ولی ما اون تعداد روشنفکر نداریم. آیا منظورتون اشاره به اون زمان بود یا در حال حاضر؟ نه من اون موقع که هیچی، ولی من اگر به نظر من، به باور من، ما تعداد روشنفکرانی که به نسبت جمعیت و به نسبت 90% بی سوادی که ما داشتیم در زمان مشروطیت، در زمان انقلاب مشروطیت بود، به نظر من به مراتب بیشتر از اکنونه، اگر که روشنفکر اون زمان رو با اون جامعه زمان خودشون در نظر می گرفتیم
و روشن فکر امروزی رو با شرایط جهان در نظر بگیریم. روشن فکر مشروطیت برابری زنا رو طلب میکرد. روشن فکر مشروطیت برای اولین بار بعد از هزاران سال درباره توجه داشت به میراث فرهنگیشون. یعنی ما از یکی از اولین کشورهایی بودیم تو دنیا که توجه به میراث فرهنگی پیدا کردیم. و حیرت انگیزی که ما در سال 1301 اولین اداره ای رو شروع کردن در کشور ما کار کردن، که این اداره موظف بود بره میراث تاریخی رو لیست برداره و برای حفاظت از اونها تلاش بکنه. یعنی حتی قبل از کنوانسیون 1972 یونسکو ما یک همچین چیزی رو داشتیم، در حالی که الان ما میبینیم مثلا باور کردنی نیست که ما از این جماعت روزنامه نگار، من اصلا کلمه روشنفکر رو نمیگم، من میگم از این جماعت روزنامه نگار، نویسنده، کسانی که این همه مدعی روشنفکری هستن، در طول این مدت 35 سال فقط شما میتونین شاید 5 تا 10 تا آدم پیدا کنین. من کوشندگان محیط زیست و میراث فرهنگی رو نمیگم، دارم از خیلی نویسندگان و شعرا و روشنفکران به اصطلاح توی پرانتز میگم که اینها هیچ کدومشون جز 5-6 نفر معترض نشدن. اصلا حیرت انگیز برای من. شما ببینید در ترکیه یک پارک، بله، پارکو خواستن که آپارتمان سازی کنن، هزاران نفر مردم عادی به علاوه کلی از هنرمندان و نویسندگان ریختن توی پارک و نشستن. جمشیدیه رو الان دارن همون کارو میکنن. پارک جمشیدیه 10 برابر بزرگتر، با ارزشتر و قدیمیتر از پارک گزی در ترکیه است. آخه چگونه من میتونم بگم که بله ما روشنفکرهای زیادی داریم؟ نداریم. و بر اساس اعلامیه حقوق بشر هم اگه بخوایم حساب بکنیم که هیچی، باید فقط به اندازه انگشتان دستمون باشه. خانم میرزادگی، نمیتونیم بگیم داریم ولی اون کاری رو که باید انجام بدن و توقع میره که انجام بدن نمیدن، بیکار نشستن، بیتفاوت نشستن. داریم به چه معنا؟ آدم میگه که فلانی آدم ثروتمندی است. وقتی ما میگیم ثروتمند، کسی که بدون آدم مثلا تو حساب بانکیش پوله. ولی آدم نمیتونه به یه بدبختی که نشسته و یه قرونم نداره بگین آدم ثروتمندی. من اعتقادم بر اینه که بیشتر، یعنی 99% از کسانی که اسم روشنفکر دارن، یا خودشون به خودشون دادن یا بهشون داده میشه به دلیل اینکه فقط نویسنده هستن یا شاعرن یا فیلسوفن، اینها دارایی به نام اون چیزهایی که در تعریف روشنفکریه، یعنی مقابل بی‌عدالتی ایستادن، مقابل تبعیض ایستادن، با فرهنگ و دانش بشری جلو رفتن، اعتقاد به برابری زن و مرد داشتن، اعتقاد به برابری فرهنگ ها داشتن ندارن. چگونه من میتونم به اینها بگم روشن فکر؟ ولی من درک میکنم، اگر که در این حال من در همون مقالم اگه توجه کرده باشین نوشتم که بعد از اعلامیه حقوق بشر ما فقط نمیتونیم به نویسنده و فیلسوف و شاعر بگیم نویسنده، ما میتونیم با هزاران هزار انسانی که معتقد به اعلامیه حقوق بشر هستن و برای اینکه سرزمینشون بتونه به اون مرحله برسه تلاش میکنن، به همه اونا میشه گفت روشنفکر، به اون کل دانشجویانی که می ایستن مقابل ظلم اونا روشنفکرن، به دانشجویانی که برای نیکبختی انسان تلاش میکنن اونا روشنفکرن، کارگری که داره کاری انجام میده که تحولی در جامعش، تغییری در جامعش به وجود بیاره و به تمام اون چیزهایی که در حقوق بشر گفته شده معتقده، روشنفکره. و در واقع منتها اینها اثرشون تا زمانی که حرکتی در جامعه نبوده نمیتونه مثل یک آدم مشهوری باشه که ژورنالیسته یا
فیلسوف یا نویسنده است یا شاعره، به خاطر اینکه اونا شهرت دارن. اما اثر ارزشی که اونها دارن همونقدر، من ارزش یه دانشجویی رو که در حد اینکه یه وبلاگش رو داره میگردونه، ولی به تمام اون چیزهایی که در مورد حقوق بشر ذکر شده احترام میذاره و ذهنش روشنه و ذهنش امروزیه، احترام بیشتری میذارم تا اون آدم بزرگی که ظاهرا بزرگی که بزرگترین کتاب ها رو گفته نوشته، آقای اسمی برم من واهمه ای ندارم، آقای دولت آبادی کتابی به اون زیبایی رو نوشته، اما ایشون بلند میشه میره به خدمت آقای روحانی، چگونه میتونه جواب مردم رو بده؟ پس این دیگه روشن فکر نیست، این میتونه فقط یه نویسنده‌ای باشه که کارش بلده، درست مثل یه آهنگر، نجار، بنایی که کارش بلده. از این نظر همونقدر که به اون بنا احترام میذارم، من به اون آقای نویسنده هم احترام میذارم، یا خانم نویسنده، فرق نمیکنه. ولی اگر بخوایم که بگیم که این روشن فکره، نه، ایشون روشن فکر نیستن، با معیار امروز بشری ایشون روشن فکر نیستن. من منظورم اینه. خانم میرزادگی، با این تعریفی که کردید الان از گروه های روشنفکر یا افراد روشنفکر که لزوماً داشتن مدرک تحصیلی، داشتن نوشتن یک کتاب یا سیاست مدار بودن، مشهور بودن دلیل روشنفکری نیست، ولی این فکر نمی کنید که این تعریف اخیری که کردید، ما در ایران روشنفکران بیشماری رو داریم، همین دانشجویان، همون کسانی که در مقابل این رژیم ایستادن. بله، تا به امروز. بله. ما افرادی رو میبینیم، یک کارگری که اینها با اون وضع فجیع او رو کشتن و بعد هم سعی میکنن صدا رو بخوابونن، در حالی که مادر با شهامت و شجاع او دست بر نداشته. آیا مادر او رو میشه در زمره همین روشنفکران به حساب آورد؟ کسی که داره از حق و حقوق فرزندش که پایمال شده و افرادی شبیه او رو داره مطرح میکنه. ببینید آقای حجازی، من وقتی گفتم که ما به اندازه زمان مشروطیت هم روشن فکر نداریم، گفتم با معیارهای اون زمان، دارم منظورم روشن فکران نامآور بود، یعنی اگر توی محله من هم اینا رو جدا کردم، گفتم قسمت اول، اتفاقا همیشه هم تعدادشون کمتره، اینها کسانی هستن که کار فکری میکنن، شهرت دارن، میتونن مؤثر باشن در تغییراتی که در یک کشور به وجود میاد، میتونن جرقی رو یعنی روشن کنن برای اینکه بتونه اون جنبش هایی رو که همیشه به مثلا جنبش مشروطیت، 99% مردم بی سواد که نمیتونستن راجع به برابری و حق و قانون و عدالت حرف بزنن، اون معدود روشنفکران اون آتش رو روشن کردن و این مردم آشنا شدن با حق، با قانون، با برابری، با غیره، و تونستن اون رو به صورت یک جنبش بزرگ در بیارن که نام انقلاب مشروطیت بگیریم. در کشور ما اشاره‌ای که من میکنم در این که من میگم در کسانی که نام‌آورن ما تعداد روشنفکرمون اون اندازه نیست، اما در این حال حق طلبی لزوماً روشنفکری نیست، یعنی ممکنه یکی بیاد در خونه منو بزنه، از دیوار خونه من بالا بره، به بچه من صدمه بزنه، من فریادم بلند بشه و از جهان بخوام که داد من رو از ظالم بگیرن. این حق طلبیه، این ارزش داره، بسیار هم ارزش داره، ولی نمیشه به کسی که فقط حق طلب بوده بگیم که این آدم روشن فکره. کما اینکه اگر این آدم، فرض بگیریم، من توی هم مقاله گفتم یه زمانی بود که تا مثلا چند دهه قبل میگفتن یه کسی که مذهبیه نمیتونه روشن فکر باشه، یا یه کسی که سیاسیه نمیتونه، برای اینکه مذهبی، آدم مذهبی آدم بسته‌ایه، مثلا میگه زنا مجبورن که چادر سرشون کنن، خب این نمیتونه روشن فکر باشه. ولی الان ما میبینیم که افراد مذهبی هستن که دقیقاً مذهب رو به خانه های خودشون کشوندن
و در چارچوب زندگی خودشون عمل میکنن، ولی کاری به کار دیگران ندارن. و حتی در مورد مثلا آقای نوریزاد، بله، میگه که من حالا نماز دلم میخواد بخونم، ولی شما چه کار داریم به کسی که نماز نمیخونه؟ چه کار داریم به کسی که مسلمان نیست، بهاییه؟ چه کار دارید؟ و از امثال هم که میدونیم. خب کسی که به اینجا میرسه به اون میشه گفت این آدم روشن فکریه، ولی کسی رو که نه، فقط در یک زاویه هست و حق خودش رو میخواد، آدم با ارزشیه، برای لزومن روشن فکر نیست. این خیلی ماجرا، من فکر میکنم مثلا میشه یک کتاب نوشت راجع به این مسئله و خیلی مفصله. اما در این ارتباط من فکر میکنم متاسفانه ما باید تجدید نظر کنیم در مورد وضعی که داریم. ببینید، من از اون آدم ها نیستم که بالای گود نشسته باشم بگم لنگش کن، در آرامش کشورهای غربی نشسته باشم و از مردمی که در ایران هستن و من میدونم صداشون رو چگونه خفه میکنن بخوام که شما ها چرا، یا اصلا توقع داشته باشم که چرا شما ها صداتون رو بلند نمی کنیم. نه، من همیشه فکر میکنم انسان ها در چارچوب امکاناتی که دارن باید عمل کنن. یعنی اینکه از کسی که در ایرانه و حق داره بترسه. من یه دوست روانکاوی داشتم، رفته بود ایران و وقتی برگشته بود میگفتش که حیرت انگیزن این مردم از نظر روانی. حالا ایشون از اونایی بود که از بچگی توی انگلیس بزرگ شده بود و تربیت شده بود و درس خونده بود. گفتم چی شده؟ گفت برای اینکه موقع جنگم بود بم میافتاد و مردم میرفتن بالای پشت بون و من که میرفتم تو زیر زمین منو مسخره میکردن، به من میگفتن شجاع السلطنه. و در حالی که آدم سالم اون کسیه که وقتی یک خطری او رو تهدید میکنه در جایی قرار بگیری که زندگیشو نجات بده یا زندگی دیگران نجات بده، در حالی که اینا دست بچه هاشونو میگرفتن میرفتن پشت بون که بوم انداختن و که اون وره مثلا شهر بوده تماشا کنن. این واقعا این تفکری که اصلا این کلمه شجاعت که برای بیهوده گاهی در کشور ما به کار برده میشه، ما این هر کسی البته حق داره که جانش رو بذاره کف دستش بره و هر کاری بکنه، ولی اگه کسی نمیخواد زندگیشو برای هیچ بده، یعنی اینکه بره وایس وسط خیابون و مرگ بر آقای ایکس و ایگرگ بگه، هرگز آدم نباید از او توقع داشته باشه که چرا این کارو نمیکنی. اما این توقع رو میتونه داشته باشه، مثل خیلی هایی که آقای به دعوت آقای روحانی بلند نشدن برن اونجا، حالا خودشونو زدن به مریضی یا گفتن گرفتاریم یا گفتن هرچی. اونها به نظر من اونها شرف دارن، ارزش دارن. اینها کسانی، آدمای بزرگی هستن که تونستن، برای اینکه مطمئن باشین اینایی که رفتن اونجا بالاخره فردا یه کتابشون اجازه چاپ ممکنه بگیره البته، یا دو تا امکان بهشون بدن که دو تا فیلم بسازن یا اینکه اجازه اکران بگیرن. اما اون آدمی که نرفته همه اینا رو از دست میده و این ارزش بزرگی داره. یا من همیشه فکر میکنم مردایی که تو ایران هستن و اون کارهایی رو نمیکنن که بهشون حق داده شده، آدمای بسیار با ارزشتر هستن از یه مرد آمریکایی، برای اینکه اونا بهشون گفتن تو میتونی 4 تا زن بگیری ولی نمیگیره، بهشون گفتن تو میتونی 10 تا سیقه کنی و نمیکنه. اینا انسانای با ارزشی هستن، برای اینکه شعور این رو دارند که با وجودی که بهشون این امکانو دادن، پای نامردمان روزگار نذارن و پا جای کسانی بگذارن که معتقدان به حقوق بشرن. خیلی ممنونم خانم میرزادی که ما حدود 5 دقیقه وقت داریم به پایان فرصت برنامه امروز. در این مهلت من میخواستم ازتون یعنی یه جنبندی بکنم اون چیزی که از شما شنیدم. شما بیشتر اشارتون به کسانی است که شناخته شده هستن، کسانی است که مطرح هستن، کسانی هستن که می نویسن، در رسانه ها صحبت می کنن، کسانی هستن که صداشون بلنده و
دی زیادی میشنون اون صدا رو و در واقع گله شما مخاطبینتون این گروه هستن که اینها میتونن با نفوذی که احتمالاً دارن در مردم بین گروهی از مردم یا گروه‌هایی از مردم اینا چرا پا جلو نمیگذارن و بعد شاید اشارتون باشه به کسانی که ما اینجا میشناسیم در همین شهر لس‌آنجلس کسانی رو که اینها سالیان سال هست که با دفاع از گروهی از منصوبین و متصلین به این سیستم یعنی سیستم جمهوری اسلامی یعنی من خیلی واضح بگم اصلاح طلب ها علی رغم تمام کجروی ها علی رغم تمام لطمه هایی رو که اینها به مملکت ما زدن یعنی این حکومت به طور کلی مجموع زده اینها هنوز مدافع این حکومت هستن و هر جا که میرسن دفاع میکنن و سعی میکنن که کجروی های این رژیم رو توجیه بکنن به صورت لابی عمل میکنن در کشورهای خارجی آیا من درست برداشتم از اون چه که از شما شنیدم؟ من در مورد روشن یعنی طبقه ای که قشری که میتونه نام روشن فکر بگیره ولی اینها هم از نظر سیاسی هرگز نمیتونن به عنوان یک سیاستمدار یا یک کوشنده سیاسی روشن حتی نه اینکه روشن فکر نام بگیرن برای اینکه اینها هم وقتی هر کسی از بیداد از ظلم از تبعیض دفاع بکنه قابل به نظر من قابل این نیست که به او نام سیاستمدار روشنفکر یا حتی یک روشنفکر مذهبی بهش داده بشه این نظر من بود من بی‌نهایت ممنونم از فرصتی که در اختیار برنامه امروز گذاشتید امیدوارم در آینده نزدیک ما بتونیم راجع به فعالیت‌های گسترده‌ای که شما داشتید و همونطور که عرض کردم خوشبختانه بسیاری از فعالیت‌هایی که از طریق سایت سیف پاسارگاد و سایر فعالیت‌های خودتون و نوشته‌هاتون و صحبت‌هاتون انجام دادید و تأثیر داشته بی تأثیر نبوده و اینکه با خوشبینی معتقدید که باید این فعالیت‌ها ادامه پیدا بکنه و ما نباید دل سرد بشیم بیشتر صحبت بکنیم و بتونیم از نظرات شما آگاه بشیم داریم برنامه سپاسگزارم و سپاسگزارم از حوصله‌ای که بینندگان داشتن خیلی متشکرم بینندگان گرامی به اتفاق مهمان ارجمند برنامه امروز از شما خدافظی میکنم تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم از امیر درخشان کارگردان جوان و فعال برنامه تشکر میکنم او با تمام قوا سعی میکنه که بهترین محصول رو به شما بینندگان عزیز ارائه بده روز و روزگار به شما خوش